بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز، امروز براتان در مورد فرمه را کار میکنم که در ادارات دولتی زیاد مهم هستند و کاربردشان زیاد هستند، که وقتی که اداره یک اداره که به کمبودی بودجه مواجه میشوند، یک اداره که میخواین یا بودجهشان زیاد باشن از اصل مصارفشان، چی کار را باید انجام دهند. در این قسمت هر نهادی که بودجهش زیاد میشه یا کم میشه، باید فرمه از روی از مطابق امو اسناد حسابی یا از نگاه اسناد حسابی دولتی که باید کار بگیرم، فرمه B23 را خانه پوری میکنم. اگر بودجهش زیاد میشه، مجبور است فرمه B23 را خانه پوری کنم. اگر کم میشه، هم باید فرمه B23 را خانه پوری کنم. فرمه B23 که هستن، مقصدشون نمی هستن که این فرم که هستن به خاطر درخواست انتقال چی هستن، وجوه هستن که در این فرم استفاده می شوند به خاطر تعدیلات هستن. وقتی که درخواست انتقال بودجه را گفتیم، وجوه را گفتیم، این با این مناسب که تعدیلات هستن، در این فرم تعدیلات صورت می گیرن، که اما می خواهیم که از یک کود به کود دیگه، یا از یک با بادی به دیگه، یا از یک فصل به فصل دیگه، یا از یک نهاد به نهاد دیگر، که اصلا ما بودجهشان اما وجودشان را انتقال بدیم، ما مجبور هستیم، مکلف هستیم که فرمه B23 را چی کنیم؟ استفاده کنیم. یک موضوع، وقتی که ما فرمه B23 را خانپوری میکنیم، محصلین عزیز، باید هر کارمندی که این کار را میکند، باید اینی شرطش اساسیش اینی هستن که در جریان سال اگر در اون اداره باید دوباره ضرورت احساس نشود، که اگر ضرورت احساس میشه، ضرورت احساس میشه در اون کد، بعدن باز این نمیتونه که از فرمه B23 استفاده کند. ضرورت احساس نشد، ما میتونیم که انتقال مبلغ را از یک باب یا به باب دیگر، یا از یک واحد به واحد دیگر، ولی دلایل قانع کننده را با وزارت مالیه، با موافقه وزارت مالیه، بعد از طی مراحل از طریق ریاست بودجه، این فرم ما میتونیم که تعدیل نماییم. در غیر از اون ما نمیتونیم که این فرم چی میتونیم تعدیل کنیم. اگر ضرورت احساس شد باز ما این کار کرده میتونیم. ضرورت احساس شد که ما بودجه ما کم بود هستند، در دیگه کد ما بودجه ما زیاد باشه، باز در اون صورت ما میتونیم که ما این فرم چی را کنیم؟ تعدیل نماییم. بعضی کدها هستند که برتان شریک خواهیم کرد، که برتان به درتان میخوره، مثلا نظریه به شکل یک یادداشت بگیریم، که بعضی کدها هستند که اونو کدها کدای ممنوعه هستند، یعنی از او بودجه به هیچ صورت تعدیل نمیشه. شما شاید سوال پیدا شوند که در هر کد بودجه را تعدیل کرده میتونیم؟ نه. بعضی کدها هستند که بر از او که بودجه منظور شد، از او ما به هیچ صورت ما بودجه سا تعدیل کرده نمیتونیم. مثلا اینی کدها که هستن، مثلا کد بودجه عادی هستن، مثلا برای معاشات هستن، ما معاشات نمیتونیم که کم و زیاد کنیم، برای دیگر نهاد بتیم معاشات خود را از ما پول بودجه خود را، یا به خاطر برق باشه بودجه منظور شد، یا به خاطر بند منظور شده باشه، بند برق بودجه منظور شده باشه، ما نمیتونیم که بودجه ایست را به کد دیگر انتقال دهیم. خب مثال کار میکنیم، تعدیلات هستن. مثال کار میکنیم در اینجا در باب 22 که هستن، اصل منظوریشون مثلا 10,000 افغانی که هستن اضافه از مصارفشان میباشن از باب در باب 22، ولی در باب مزد و معاشات 10,000 افغانی که هستن در باب 21 کمبودی احساس میشوند. کمبود هستن، ما شرط تا پیشتر هم گفتیم که در صورت میتونیم که دوباره در کود 22 ضرورت احساس نشود، این پول را که به کود 21 ما انتقال میتیم.
در کد 21 که هستن ما این مبلغ را 10,000 افغانی را انتقال میدهیم و در کد 21 هستن این مبلغ کمبود هستن. خب اول خانه فروش است، قسمت اول فرم هستن که روی سکرین شما میبینین محصلین عزیز. جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت مالیه، ریاست عمومی بودجه، فرم B23، درخواست انتقال وجوه عادی، این قسمت اول هستن. خب با وزارت محترم مالیه اول فرم B23 را که شما خانه پوری میکنین او در قسمت اول فرم که هستن مکتوب هستن، مکتوب باید نوشته شن. بدون مکتوب در دیگه فرماها زمه مکتوب می باشن، ولی در فرمه B23 در خود فرمه که هستن مکتوب نوشته می شوند. با وزارت محترم مالیه به اساس مکتوب شماره می زنین کدام مکتوب شماره هستن، مورخ مثلا 1401-5 شماره مبلغ 10,000 افغانی از کد 22 که از ما اضافه مصرف هستن، اجناس و خدمات کرماندان تنقیص و با کد 21 هستن مزد و معاشات که هستن دمونوی دارد تزعید گردیدم. تعدیل متذکره تی دو کافی فرم ترتیب و غرض اجراءات بعدی به شما گسیل هستن. خب ترتیب شده توسط مدیریت بودجه تعلیمات تخنیکی و مسلکی منظور شده مقام مربوطه. کد نمایندگی 2 مثلا 21 تاریخ صدورشان که هستن امو تاریخ 5 نمبر صادرشان را میزنین چند هستن. محترم رئیس بودجه وزارت مالیه نوشته میکنین که خواهشمند هستیم که این مکتوب که شما نوشته کردین در اینی باره باید معلومات میدین. خواهشمند هستیم که بودجه اداره تعلیمات تخنیکی مسلکی مربوط به باب 21 برای سال مالی به منظور تعمیل انتقالات مبلغ تیل ذکر که در ورق در زیر ورق حاضر تزویج شده توضیح شده است تعدیل شود، یعنی یک بخش را نشته میکنین بعدا این بخش را که نشته کردین آمدیم این فرم هستن. این فرم که روی سکرین شما بیرین این فرم B23 هستن محصولین عزیز. اول باب 22 هستن با باب 21. هر کودی که شما بودیجه را تعدیل میتین با کد دیگه شما اول امو کد را نوشته میکنین که از او شما انتقال میتین، اول امو نوشته میشن چون از میایه از 22 با 21. اینطور نمیشن که با 21 از 22، نه از 22 با 21 اول امو کد نوشته میشن که شما از امو بودیجه میخواین انتقال بتین. دوم امو کد نوشته میشن که شما میخواین در او بودیجه را تزیید کنین، اولشان تنقیص نوشته می شوند، دومشان تزعید نوشته می شوند. ستون دیگه ایشان کد فروژه هستند، ما صفر نوشته کردیم برای ما معلوم نبود با مخاطر نوشته نکردیم. کد فریش، کد تمیلیش، کد برنامهش. مهم گف این قسمت هستند. تشریش از کد 22 اجناس و خدمات اداره اصل منظوری سالانه در این کد که هستند مثلا 300,000 افغانی هستند. انتقالات سابقه صورت گرفته نه، عمل موجودی که بعد منتقل شود منتقل ما از 300,000 افغانی چقدر اضافه داشتیم؟ از 300,000 افغانی ما 10,000 افغانی اضافه داشتیم، یعنی در این کد که هستن مصارفشان 290,000 افغانی تکافو بکند، 10,000 افغانیش اضافه هستن. اداره نمیتونه که در این کد به مصرف برسند، یعنی یا سرپاجویی کده یا اضافه از مصارفشان تکافو کده اون مصار اما 290,000 افغانیشان کفایت میکنند. اصلا شما منظوریش سالانه خود 300,000 افغانی بودن، 10,000 افغانی اضافه شد، این را 10,000 افغانی که اضافه از اصل مصارفشان هستن این را به نام ما تنقیص میشناسیم، به مخاطر تنقیص نشته کردیم. چون تنقیص وقتی که در بودجه تنقیص آمد ای به این معنا کمبود نیستن، تنقیص به این معنا هستن در اینجا که اضافه از اصل مصارف هستن، اضافه از اصل مصارف هستن یعنی کم کردن هستن از اصل مصارف. با 21 با کد 21 مزد و معاشات کارمندان هستن که در اینجا اصل منظوری بر ما 200,000 افغانی منظور شده بود، 200,000 افغانی منظور هستن.
از این 200,000 اوانی ما انتقالات سابقه صورت نگرفته، ما 10,000 اوانی ما دیگه ضرورت داریم. 200,000 اوانی برای ما منظور شده بود، ما 2,000,000 اصلا ما 2,010,000 اوانی یا دقیق سنجش نشده، دقیق سنجش نشده در وقتی محاسبه. اینی 10,000 اوانی را که ما تزیید میکنیم در کد 21 که هستن، اینی را تعدیل میگم، از کد 21 به کد از کد 22 به کد 21. خب آمدیم از 224 به 225 که هستن، یعنی از کد 90 برنامه مرکزی اداره به کد 90 برنامه مرکزی اداره که هستن. شما در اینجا سوالیه برات مانده ماسین عزیز که در اینجا تزیید است و در اینجا چی هستن؟ تنقیص هستن. شما اینی سوالیه ها که هستن، مثل که ما اینی فرم خانپوری کردم، شما این قسم اینی فرم چی کنید؟ خانپوری کنید. خب میایم براتون به شکل عملی روی تخته یک بار شما متوجه باشین محصلین عزیز که فرم B23 که هستن به خاطر تعدیل ما استفاده میکنیم. میخواهیم که در بودجه ما تعدیلات به وجود بیاید. فرضاً ما در کد 22 ما کد 22 اضافه هستن، اضافه از اصل منظوری بودجه داریم. به چی مانا؟ ما در کد 22 که هستن ما اصل منظوری ما 300,000 افغانی هستن. بر ما خیلی منظور شده که ما این را مصرف میکنیم. وقتی که دیدیم در نیمه سال هستن، ما که دیدیم 10,000 افغانی ما کفایت میکنند، 10,000 افغانی ما ببخشید 10,000 افغانی ما اضافه هستن، اضافه از اصل منظوری بودجه ما هستن، اصل منظوری بودجه، یعنی 2,010,000 افغانی را که اینجا کم کنه ما میماند 2,090,000 افغانی. اینی 2,090,000 افغانی ما برای تکافوی مصارف کفایت میکنند، یعنی تکافوی مصارف ما هستن، اینی که هستن کفایت میکنند ما را تا آخر سال. اینی 2,090,000 افغانی میرسوند. دوباره ضرورت نیستن که ما اینی 10,000 افغانی را در اینجا به مصرف برسانیم. اگر ضرورت هستن باز ما تعدیل کرده به هیچ صورت تعدیل کرده نمیتونیم. فرضاً آل یک 10,000 افغانی اضافه شد، 10,000 افغانیش اضافه هستن، وقتی که اضافه هستن ما در کد 21 ما ضرورت داریم. وقتی کد 21 ما 10,000 افغانی ضرورت داشته باشیم، میخواهیم که از کد 22 به کد 21 از کد 22 با کد 21 ما این بودجه را چی کنیم؟ تا انتقال دهیم. ما باید فرم B23 را خانه‌پوری میکنیم. وقتی که فرم B23 را خانه‌پوری میکنیم ما که هستم بعد از وجوهی که منتقل میشه، وجوهی که منتقل میشه یعنی وجوهی که باید منتقل شود چند هستن؟ 10,000 افغانی. در این وجوهی که منتقل می شوند ما دو ستون داریم، دو ستون که یک به نام ما تنقیص می شناسیم، دیگر به نام ما تزیید می شناسیم. مسئله عزیز تنقیص و تزیید ما گفتیم، تنقیص به معنای ازی هستن که از اصل منظوری بودجه که هستن پول اضافه باشن. تنقیص در اینجا به این معنی هستن که در اونجا دوباره کمبود احساس شوند، ما به خاطر بودجه اضافه ما ضرورت داشته باشیم. پس اینی 10,000 افغانی که هستن ما از کد 22، البته از کد 22 ما چی میکنیم؟ 10,000 افغانی را ما در این ستون نوشته میکنیم و این ستون را به کد 21 که هستن ما اضافه میکنیم 10,000 افغانی ما را. اینی 10,000 افغانی که اضافه شدن
اینی را میگه چی تعدیلات در فرمه B23. مسئله نزید شما میتونین که این قسم مثالات زیاد را شما چی کنین؟ اضافه کنین. پس میتونین که حتی از خانه هم یک مثال بیارین. برای یک برادرتان مثلا پدرتان 10,000 افغانی میتن، به دیگه برادرتان مثلا 5,000 افغانی میتن، اما برادرتان که 10,000 افغانی دارن او کفایت میکند مثلا 6,000 افغانیشان مصرف میشه، 4,000 افغانیشان میمونن و شما میخواین که 6,000 افغانی را مصرف کنین، از اما برادر دیگه تان 1,000 افغانی را و شکل انتقال که میدهین، این قسم یک فرم به 23 را شما ها خانه پوری کنین، منظوریتان از پدر بگیرین و اون پول را مصرف کنین و با پدرتان حساب دهی بتین. تشکر، با امید موافقتتان مسئول عزیز کارتان زیاد میخواییم که سر فرمایتان کار عملی باید اضافه باید شوان، چون عملی هستن باید زیاد کار کنین. تشکر.